Rachel, what are you doing? It's freezing out here. Would you come back inside? No. You wanted me to take him down, so I'm taking him down. Okay? Go! Hey everyone, how's it going? I hope you are doing great. My name is Fatema Khamse, and in this post I'll be teaching you the idioms and phrasal verbs from episode 17 of the Friends TV show. I'm gonna begin the story of Monica and Rachel, so grab a cup of coffee or something, get your notebook and watch and listen carefully. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی و پر انرژی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این پست اصطلاحات و فریزال ورپای اپیزود 17 سریال فرنز رو بهتون آموزش میدم. داستان مانیکا و ریچل رو میخوام شروع بکنم. پس یه فنجون قهوه یا یه چیزی برای خودتون بیارید و نوتبوکتون، دفتر یادداشتتون هم بیارید و با دقت گوش کنید و تماشا کنید. خب میدونیم که اپیزود 17 در ادامه اپیزود 16 آخر اپیزود 16 ریچل رفته بود تو بالکن داشت چراغا رو می آورد پایین که افتاد پایین. حالا با هم دیگه با مانیکا اومدن بیمارستان. مانیکا داره شرح حال میده. داره میگه که چه اتفاقی برای ریچل افتاده. با دقت به جملاتش گوش کنید. My friend here was taking down our Christmas lights and she fell off the balcony and may have broken her foot or ankle or something. این دوست من داشت چراغ کریسمسمون رو باز میکرد میآورد پایین و از بالکن افتاد پایین و ممکنه که پاش، قوزک پاش یا یه چیز دیگه شکسته باشه. My friend here was taking down our Christmas lights and she fell off the balcony and may have broken her foot or ankle or something. این دوست من داشت چراغای کریسمسمون رو می آورد پایین داشت باز میکرد. Take down رو توی اپیزود دیگه براتون توضیح دادم. و از بالکن افتاد پایین و ممکنه که پاش یا قوزک پاش یا یه چیز دیگه شکسته باشه. Hi. My friend here was taking down our Christmas lights and she fell off the balcony and may have broken her foot or ankle or something. My God, you still have your Christmas lights up? اولین نکته کوچولویی که توی این جمله هست رو میخوام بهتون توضیح بدم. Or something. Or something. It is used when you cannot remember or do not think it is necessary to give another example of something you are mentioning. داری یه چند تا مثال رو اشاره میکنی بهش، حالا یه مثال دیگه یا یادت نمیاد یا اینکه لازم نمیدونی که یه مثال دیگه بزنی، میشه یا یه چیز دیگه یا هرچی. اینجا مانیکا داره میگه که پاش یا قوزک پاش یا یه چیز دیگه یا هرچی تو پاش ممکنه شکسته باشه. مثلا یه اسم رو یادت نمیاد. Her name was Judith or Julie or something. اسمش جودیث، جولی یا یه چیز دیگه بود. Her name was Judith or Julie or something. اسمش جودیث، جولی یا یه چیز دیگه بود. حالا شاید یه تو مایه های همین جولی باشه. جودی باشه، جولیا باشه. Saul, could you get me like a sandwich or something? Saul, could you get me like a sandwich or something? Here's some money. Get yourself a sandwich or something. بیاین یکم پول. یه ساندویچ برای خودت بخر یا یه چیز دیگه. Here's some money. Get yourself a sandwich or something. بیاین یکم پول. برای خودت یه ساندویچ یا یه چیز دیگه بخر. Would you like me to get you a sandwich or something? Would you like me to get you a sandwich or something? حالا این or something رو برای زمانی که یه چیزی رو میخواید، مثلا بگی فلان چیز رو میخوری یا فلان چیز رو میخوری، اینم میتونیم استفاده بکنیم. مثل اون or thing که توی یه اپیزود دیگه براتون توضیح داده بودم، همون اپیزود قبلی هم میشه. اونجا براتون توضیح دادم، گفتم موقعی که میخوای یه چیزی تعارف کنی راجع به خوردن یه چیزی به یکی، به یکی اینو میخوری اونو میخوری، اینجا میای یا اینجا میای یا یه چیز مشابه، این or something رو هم مثل اون میتونیم استفاده کنیم. مثلا چه جوری؟ توی اپیزود 9 هم جویی وقتی که توی مترو همکار سابقش رو دیده بود ازش این سوالو کرد. Listen, you want to go get a drink or something? You want to go get a drink or something? میخوای بریم یه نوشیدنی یا یه چیز دیگه بگیریم. My friend here was taking down our Christmas lights and she fell off the balcony and may have broken her foot or ankle or something. خب گفتم که به جمله های مانیکا دقت بکنیم وقتی که داره شرح حال میده.
حالا میخوام خودم دو تا مثال دیگه هم بزنم که وقتی که مثلا یه همچین موقعیتی پیش میاد داری میری شرح حال بدی چجوری باید بگی. دیدیم که مانیکا گفت ریچل داشت این کار رو میکرد که اینجوری شد و ممکنه که این اتفاق افتاده باشه. آخرش هم گفت may have broken. از این may have و قسمت سوم فعل میتونیم اینجور مواقع استفاده کنیم که حدس میزنیم یه اتفاقی افتاده باشه، یه چیزی شده باشه. He was installing a shelf when he fell off the ladder and may have injured his hand or wrist or something. اون داشتش یه شلف، یه طبقه نصب میکرد که از نردبون افتاد پایین و ممکنه که دستش یا مچش یا یه چیز دیگه آسیب دیده باشه. He was installing a shelf when he fell off the ladder and may have injured his hand or wrist or something. اون داشتش یه طبقه نصب میکرد که از نردبون افتاد پایین و ممکنه که دستش یا مچش یا یه چیز دیگه آسیب دیده باشه. Build this out and bring it back to me. مثلا خواهرت داشته گوش خورد میکرده، دور از جون انگشتشو بریده. My sister was slicing the meat when she accidentally cut her finger and she has been bleeding ever since. خواهر من داشت گوشت خورد میکرد، لایه لایه برش میزد که تصادفی انگشتش رو برید و از اون موقع داره همجور خون میاد. My sister was slicing the meat when she accidentally cut her finger and she has been bleeding ever since. خواهر من داشت گوشت لایه لایه خورد میکرد که تصادفی انگشتش رو برید و از اون موقع همجور داره خون میاد. تمرین این پست متفاوته. میخوام همونجور که من براتون چند تا شرح حال مثال زدم شما هم برای من یه جمله اینجوری بنویسید. مثلا یه مثالی که الان تو ذهن خودم میاد اینه که یه نفر در حال دوچرخه سواری کردن یه اتفاقی براش میفته، مثلا کله ملق میشه و سرش یا شونش آسیب میبینه. اینو میتونید از همون جملاتی که من گفتم فرمتش رو، گرامرش رو از همونا استفاده بکنید. حالا همین جمله، یعنی با همین مثال یا هر مثال دیگه که خودتون به ذهنتون میاد یه جمله بنویسید برای من کامنت کنید، من تصحیح میکنم جملاتتون رو و اینجوری در واقع داریم جمله سازی رو تمرین میکنیم دیگه. حالا اینجا ممکنه چه کلماتی لازمتون بشه؟ حالا اگر که اینجوری که من میگم مثال بزنید. برای دوچرخه سواری کردن، کلن سواری کردن که میشه راید. از فعل راید میتونید استفاده کنید. مثلا رایدینگ هر بایسیکل. برای کله ملق زدن، چپه شدنم، از فلیپ اوور میتونید استفاده بکنید. حالا یه نفر سر شونش آسیب دیده، از فعل اینجر میتونید استفاده بکنید. ببینم چیکار میکنید. منتظر جواباتون توی کامنت ها هستم.